بیایید نگاهی به کات کولویتس بیاندازیم. کولویتس مهارت هنری خود را در اوایل زندگی نشان داد و در این کار مورد تشویق والدینش قرار گرفت. او به طور کلاسیک در آکادمی جولیان در پاریس آموزش دیده بود و در ابتدا قصد داشت یک نقاش شود. در عوض او به سمت چاپ و مجسمه سازی رفت. پس از ازدواج به منطقه کارگرنشین در برلین نقل مکان کرد که همسرش در آنجا به عنوان پزشک کار میکرد. تمرکز اصلی او در کارش مردمان عادی و رنجهای آنهاست. مجموعه متقدم چاپهای او به صورت موضوعی و با محوریت قیام دهقانان و جنگ بود. او علاقه بسیاری برای به نمایش درآوردن رکود و گرفتاری مردمان تنگ دست داشت. اولین زنی بود که به عضویت آکادمی هنر پروست درآمد. او در آکادمی برلین تدریس می‌کرد، متعهد، اجتماعگرا و صلح‌طلب بود. با به قدرت رسیدن نازی‌ها سرانجام مجبور شد از سمت خود در آکادمی برلین استعفا دهد. نازی‌ها هنر او را محکوم کردند، اما به طور متناقض و بدون رضایت او از کارهایش برای اهداف تبلیغاتی خود استفاده کردند. در جریان جنگ‌های جهانی پسر و نوه‌اش را از دست داد. موضوع متداول کارهایش اندوه از دست دادن و رابطه مادر و فرزند است.